در این برنامه به بررسی و ابیابی قسمت‌های الکتریکی گیروبکس اتوماتیک که شامل شناسایی سنسورها، سولنوئیدها و سویچ سلکتور می‌شود، می‌پردازیم. و به عنوان نمونه در این برنامه گیروبکس اتوماتیک دیوسپرو مدل DW20 AW850 را مورد بررسی و ابیابی قرار می‌دهیم. روشی که برای این منظور به کار می‌بریم مطابق با دستورالعملی است که در کتابچه راهنمای سرویس و نگهداری این مدل آورده شده است. کنترل دور این گیروبکس به دو صورت هیدرولیکی و الکترونیکی بوده و دارای حالت‌های مختلف قدرت برای رانندگی در جاده‌های کوهستانی و شیبدار، زمستانی برای رانندگی در جاده‌های یخزده و لغزنده و حالت عادی برای رانندگی در شرایط معمولی می‌باشد. سویچ سلکتور دنده این گیروبکس دارای 7 وضعیت می باشد. وضعیت پارک پی، وضعیت دنده عقب آر، وضعیت خلاص این، وضعیت حرکت به جلو دی و وضعیت کمکی 3-1. موقعیت لاکاپ یا سرعت بالا زمانی واقع می شود که در وضعیت دی به دنده های 3 یا 4 رسیده باشیم. روغن توصیه شده برای این گیروبکس از نوع دکسترون 2 D22915 می باشد. این گیروبکس دارای 2 عدد کانکتور، یکی به نام کانکتور سلکتور دنده و دیگری به نام کانکتور سنسورها و عملگرها می باشد. کانکتور سلکتور دنده اطلاعات وضعیت انتخاب شده را به واحد کنترل مرکزی گیروبکس انتقال می دهد. کانکتور سنسورها هم اطلاعات مربوط به سنسورهای درجه حرارت روغن، دور ورودی و دور خروجی گیروبکس را به واحد کنترل مرکزی موتور انتقال داده و فرامین لازم را از آنجا به واحد کنترل گیروبکس برده و از طریق این واحد به سولنوئیدها یا عملگرها می‌رساند. اولین مرحله بررسی کانکتور سلکتور دنده است. چنان که گفته شد، وظیفه این کانکتور انتقال وضعیت دنده انتخاب شده به واحد کنترل مرکزی گیروبکس است. برای تست این کانکتور ابتدا مطابق جدول اتصالات سویچ سلکتور دنده که در کتابچه راهنما آمده ارتباط بین ترمینال ها را بررسی می کنیم. همانطور که می بینید در وضعیت پارک ترمینال های 2-3 همچنین 1-4 از طریق سویچ سلکتور به هم مرتبط می شوند. در وضعیت دنده عقب ترمینال 1-5، در وضعیت دنده خلاص ترمینال 2-3 همچنین 1-6، در وضعیت دنده حرکت به جلو ترمینال 1-7، در وضعیت دنده کمکی 3 ترمینال 1-8، در وضعیت دنده کمکی 2 ترمینال 1-9 و بالاخره در وضعیت دنده کمکی 1 ترمینال های 1-10 در ارتباطند. همانطور که ملاحظه فرمودید در وضعیت‌های گوناگون اتصالات مختلفی وجود دارد که از یک اوهمتر برای اطمینان از صحت آنها استفاده می‌کنید. اما پیش از آن باید اوهمتر را آماده نمایید. به این ترتیب کار را در حالت اتصال سنج گذاشته سیم قرمز را به فیش مثبت و سیم مشکی را به فیش منفی وصل نموده و با اتصال آنها به همدیگر و شنیدن صدای بوق به تست کانکتورها می‌پردازیم. حالا با استفاده از آچار مخصوصی که برای تغییر وضعیت سویچ سلکتور تهیه کرده ایم آن را در موقعیت پارک قرار می‌دهیم. برای این کار آن را تا منتهای الیه سمت راست می‌چرخانیم و
طبق جدولی که ملاحظه فرمودید ارتباط پایه‌های 2 نیمه ضخیم سفید 3 نیمه ضخیم مشکی 1 نیمه نازک مشکی 4 نیمه زرد کمرنگ با خط مشکی را بررسی می‌کنید. برای این کار برقراری ارتباط بین پایه‌های 2 و 3 را بررسی می‌کنید. همچنین از ارتباط بین پایه‌های 1 و 4 نیز به همین ترتیب اطمینان حاصل می‌نماییم. حالا موقعیت سویت سلکتور را به اندازه 1 دنده به سمت چپ وضعیت دنده عقب می‌چرخانیم. و ارتباط پایه‌های 1 نیمه نازک مشکی 5 نیمه زرد پررنگ با خط مشکی را بررسی می نماییم که در صورت وجود ارتباط بین پایه‌های 1 و 5 صدای بوق اهمر شنیده خواهد شد. به همین ترتیب این روند را برای وضعیت‌های بعدی ادامه داده و اتصال پایه‌های مربوطه را بررسی می کنیم. در صورت نشنیدن بوق برای هر یک از حالات فوق متوجه می شویم سیم کانکتور مربوطه قطع می باشد. قسمت بعدی مربوط می شود به آزمایش کانکتور سنسورها و عملگرها. توجه شما را به این نکته مهم جلب می کنم که هنگام تست این کانکتور دمای محیط باید 20 درجه سانتیگراد باشد. همانطور که می دانید این کانکتور در حقیقت دو وظیفه بر عهده دارد. یکی انتقال اطلاعات وضعیت سنسورها به واحد کنترل مرکزی موتور و دیگری انتقال فرامین لازم از واحد کنترل مرکزی به سنسورها. سنسوری که اطلاعات لازم را به واحد کنترل مرکزی موتور انتقال می‌دهند سنسورهای کنترل دور ورودی گیربوکس، کنترل دور خروجی گیربوکس و درجه حرارت روغن گیربوکس می‌باشد. پایه‌های سنسور دور ورودی گیربوکس در این کانکتور پایه‌های شماره 3 نیمه سبز و 4 نیمه زرد با خط مشکی هستند که در صورت سالم بودن سنسور طبق مشخصات کتابچه سرویس و نگهداری اهمیت مقاومتی بین 385 تا 475 اوم را اندازه‌گیری خواهد کرد. سلکتور اوهمتر را روی اندازه‌گیری اوم قرار می‌دهیم و مقدار مقاومت این سنسور را اندازه می‌گیریم.
مقاومت این سنسور 430 ممیز نیم اوم است که در رنج قابل قبول واقع شده و نشان دهنده سالم بودن این سنسور است. سنسور بعدی سنسور دور خروجی گیربوکس است که پایه‌های آن در این کانکتور پایه‌های شماره 1 نیم خاکستری و شماره 2 نیم زرد هستند که اگر این سنسور هم سالم باشد باید مقاومتی بین 385 تا 475 اوم را داشته باشد. مقدار مقاومت این سنسور 434 ممیز 1/10 اوم است. در نتیجه سنسور سالم است. و آخرین سنسوری که مورد آزمایش قرار می دهیم سنسور درجه حرارت روغن گیریبوکس است. پایه هایی که برای این سنسور در کانکتور در نظر گرفته شده اند پایه های شماره 5 و 6 می باشند. که سیم هر دو به رنگ نارنجی است. مقدار مقاومت بین این دو پایه باید بین 600 تا 1000 اوم باشد. در اینجا اوهمت مقدار 0.679 کیلو اوهم را نشان می‌دهد. پس این سنسور هم سالم است. گفتیم که دومین وظیفه این کانکتور آوردن فرامین لازم از واحد کنترل مرکزی به سنانوید هاست و در این گیریبوکس 4 سنانوید وجود دارد که باید از طریق این کانکتور آنها را تست نمایید. این سنسورها در زیر این پوشش قرار دارند که برای دیدن آن باید این پیچ ها را باز نمایید. سنانوید های S1 و S2 وضعیت دنده ها را تعیین می کنند و سنانوید S3 کنترل فشار روغن گیریبوکس و سنانوید S4 مربوط به وضعیت لاکاپ می باشد. برای آزمایش سنانوید های S1, S2 و S4 باید مقدار مقاومت آنها را نسبت بدنه بسنجید. برای این آزمایش سیم مشکی اوهمت را روی بدنه گیروبوکس ثابت نگه می‌داریم و با سیم قرمز اوهمت مقدار مقاومت هر یک از آنها را که باید بین 11 تا 15 اوم باشد اندازه‌گیری می‌کنیم. سنانوید S1 را از طریق پایه شماره 12 سیم سفید و سنانوید S2 را از طریق پایه شماره 11 سیم مشکی و سنانوید S4 را توسط پایه شماره 9 سیم زرد تست می کنیم. مقدار مقاومت سنانوید S1 14.2 اوم است. سنانوید S2 هم دارای مقاومت 14.2 اوم می باشد.
و مقاومت سنونوید S4 12.7 اوم را نشان می دهد. به مطابق اعداد جدول کتابچه راهنما نشان دهنده سالم بودن هر سه آنهاست. برای تست S3 لازم است مقدار مقاومت بین دو پایه شماره 7 سیم آبی و 8 سیم قهوه‌ای را اندازه بگیرید. مقاومت این سنونوئید هم باید بین 3.4 تا 3.9 اوم قرائت شود. که در اینجا مقدار آن 3.9 اوم و بیانگر سالم بودن این سنونوئید است. با انجام این آزمایش سالم بودن و یا معیوب بودن سویچ سلکتور، سنسورها و سولنوئیدها مشخص می شود. در صورت سالم بودن این قسمت ها باید ابیابی را در قسمت های مکانیکی و هیدرولیکی ادامه داد و در صورت معیوب بودن باید نسبت به رفع اب و یا تعویض آنها اقدام نمایید. با امید به اینکه این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.